پس از پنج سال از جنایات ارتش میانمار علیه روستایان فقیر منطقه یاو روستایان میانماری گوشه از این جنایات را افشا کردند. در حالی که هزاران تن از مسلمانان روهینگیا در نتیجه رفتارهای وحشیانه ارتش میانمار جان خود را از دست دادند و صدها هزار نفر دیگر نیز از آنها در نتیجه خشونتهای ارتش میانمار آواره شده اند همکنون ساکنان روستای مونگیاو که ناحیه دورافتاده در استان شان در میانمار است پرده ای از رفتارهای وحشیانه ارتش میانمار در حمله به این روستا را فاش کردند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در 16 سپتامبر 2016 نظامیان ارتش میانمار به روستای بزرگی در منطقه یاو با جمعیت 3800 نفر حمله بردند و روستا را به آتش کشیده و ده ها نفر را با خود رو بودند. آنها 18 نفر از جمله نوجوانان را با های سنگین به قتل رسانده و دست کم 20 خانه را به آتش کشیدند. مردم محلی منطقه تاو میگویند که افراد مسلح با لباسهای شخصی نیز در آن زمان در کنار نظامیان ارتش میانمار به مردم منطقه تاو حمله کرده اند. طبق اخباری که همکنون منتشر شده است پس از واقع 26 شهری ور ماه 1395 انبوهی از اجساد پیدا شد و تقریبا همگی آنها از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. این فرضیه مطرح است که احتمالا نظامیان ارتش میانمار ابتدا این افراد را مجروح کرده و سپس با ضرب گلوله آنها را به قتل رسانده است برخی شاهدان نیز گفتند قربانیانی که در سپتامبر 2016 در منطقه یاف جام باختن در نزدیکی پلی در ورودی روستا سوزانده شدند این اولین باری نیست که جنایات ارتش میانمار افشا می شود و گزارش هایی که پیش از این منتشر شده است نشان می دهد که بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان روهینگیا پس از حملات ارتش میانمار در سال 2017 مجبور به ترک این کشور شدند و مجبور شدند در اردوگاه های جنوب بنگلادش زندگی کنند. طبق تحقیقات سازمان ملل حملات ارتش میانمار با هدف نسل کشی بوده و در جریان آنها بیش از ده هزار نفر قتل عام شدند. گزارش ها همچنین نشان می دهد که مسلمانان روهینگیا در بنگلادش نیز وضعیت نامناسبی دارند و به طوری که پناهجویان روهینگیا اغلب در کلبه های ساخته شده با گیاه بامبو و ورق های پلاستیکی که بر روی تپه های شیبدار و بدون درخت نصب می شود زندگی می کنند.